ببینم حالت خوبه؟ سواش یکم پیش خوابش برد. آروم که شدی میشه بری پیشش؟ بهش گفتم که میام. سواش، من میدونم خیلی عذاب میکشی. همه این دواها، زخمی شدنات، همه اینا برای فراموش کردن درد درونته. وقتی تنها گذاشتی منم همین حسو داشتم، ولی بعد از اینکه از وجود سواش با خبر شدم همه چی عوض شد. شاید دیگه هیچ وقت نتونم قلب تو تصاحب کنم، ولی کمکت میکنم غم درون تو تحمل کنی. چجوری این کارو میکنی؟ نمیتونم، یعنی الان نمیتونم، ولی با هم دیگه میتونیم موفق بشیم. خواهش میکنم بار فداکاری برای پسرمونو تنهایی به دوش نکش. بذار با هم یه راهی پیدا کنیم. اجازه بده توی قصت شریکت باشم. اگه تو بخوای یا حال تو بهتر میکنه به گیلاس کمک میکنی. مواظب بشی. وضعیت اون بچه منم خیلی ناراحت کرده. حتی اگه قبولم نکنی، هر دومون عاشق آدمایی هستیم که متعلق به ما نیستن. بیا به جای جنگیدن به هم دیگه کمک کنیم، باشه؟ رسانه بیوتو موویز با افتخار تقدیم می‌کند. بیا بپوشونم عزیز دلم، به خاطر اومدن مهمون میخوای تیپ بزنی؟ آره؟ چی کار میکنی پسر؟ آخه چرا انقدر ول میخوری؟ برون بر تو رو خدا، چی کار میکنیم؟ این تدارکات برای چیه؟ مگه کی قراره بیاد؟ کی میخواسته بیاد؟ مارمولک زنم میاد، همسر دلبندم. داره راست میگه، همسرم. ملک جان، ملک چیزه بابا، اون کار یکم سخته. خب چرا سخته؟ من زن تو چجوری از سوئیس پیدا کنم بیارم؟ اینو به هم بگو. به درد نخوری نمتون دیگه. آه، من باز میکنم، از کنجکاوی ترکیدم، من باز میکنم. گلم، حالت چطوره؟
فیلیز، شوهر سابقم هم دعوت کردی، دست درد نکنه. شوهر سابق چیه دختر؟ خوش اومدی داداش طوفان. ممنونم فیلیز، ممنونم. چی کارا میکنی پسر؟ هیچی آقا فکری، از بس تو قهوه خونه خوابیدم پدرمون در اومده. ببینم هنوز تو قهوه خونه میخوابی؟ بورکام حاضرشن تمومه. ای بورکا بیان، حتما ملکم میاد، مطمئنم. جمی، حالتون چطوره خانم؟ خوبی؟ آره خوبم، چیزه برای مهمونا بورک درست کردم. تو هم میخوری؟ بوش میاد، بردار. اگه زشت نباشه یه دونه بر میدارم، من خیلی اینا رو دوست دارم. چطوره؟ خیلی خوشمزه است، واقعا خوشمزه. درستش کردی؟ دستت درد نکنه. نوشه جونت، آخه با عشق درست میکنم، یعنی عشقمو بهش اضافه میکنم، برای همینم اینطوری شده. آره معلومه، کاش منم چای برک بودم. چیزه، یعنی خیلی خوشمزه شده. مادر منم خیلی خیلی خوشمزه درستش میکنه، از اون لحاظ میگم. برک درست میکنه، کاتمر، مانتی، خیلی چیزا درست میکنه. ولی من فرستادمش رفته شهرستان. خب منم خیلی دوست دارم، طاقت نمیارم، برای همین مجبورم تونتون از بیرون بخرم. خب مجرد بودن برای مرجمات سخت دیگه، یعنی اگه بخوای برات یه سینی برک درست میکنم. راست میگی؟ برام درست میکنی؟ درست میکنم، چرا درست نکنم؟ همسایگی همینه دیگه، درست میکنم. خیلی خوب باشه، من همیشه خونه منتظرم. پس آهای جمیل، منظورم این بود که سر فرصت مناسب خیلی خوشحال میشم ببینمت. نشد میام دنبالت که با هم دیگه بریم. باشه باشه باشه، حرف میزنیم. باشه. یکی دیگه هم میخوری؟ دوست داری بردارا؟ نه، یه وقت به اهالی خونه نمیرسه. باشه، پس روزت بخیر باشه. باشه، روز بخیر. دست درد نکنه، خیلی خوشمزه شده. نوشه جان، چیچک برکم بذاری اون وسط، دیگه تمومه. خیلی خوب، کامل شد؟ آره عزیزم، نگاه کن، هیچ کم و کسری رو میز نداری. آره به خدا، هر چی دلت بخواد هست. من که واقعا نفهمیدم کی داره میاد که اینقدر برای سنگ تموم بازش. نفهم زنم. ای بابا، هیجان زده نشین، بشینین، باز میکنم. خوش اومدی. خیلی ممنون. ممنونم. شبتون بخیر. این که آقا وکیل خودمونه. این که پاشواز شده، همیشه میاد. تازه این دفعه دست خالی هم اومده. دست خالی چیه؟ گلو خورده. من گل میخوام چیکار؟ بزنم یه گاف؟ خودتون گلا رو بخور. خیلی ممنون بابت گلا. سر پا نمون، بگی بشین. ما میخوایم یه موضوعی رو بهتون بگیم. سلیم واسه این اومده اینجا. خواهر چی میخوای بگی؟ خب زودتر بگو دیگه، ببینم موضوع چیه. چیزه، من و سلیم تصمیم گرفتیم قدم تو یه راهی بذاریم. چی؟ خیره، ایشالله قدم تو چه راهی گذاشتیم؟ بگیم ببینم. راه فضایی. چه راهی میخوای باشه؟ میخوان ازدواج کنن دیگه. به سلامتی عزیزم. با هم دیگه صحبت کردیم. گوش کنین، من قدم بدم تو راه گذاشتن و این حرف عالیم نمیشه. من پدرم، فهمیدی؟ مسئولیت دارم. 5 تا 10 تا 20 تا علنگو میندازی تو دست دخترم، بعد برمیداری میری خیرشو ببینی. بله بله، ایشالله به موقعش آقا فکری. بابا 20 تا یه چه؟ آره چیو مگه میشه؟ خوب آخه واقعا بابا، همچین چیزی مگه میشه؟ اول بذار همدیگر خوب بشناسم، بعد برای چی؟
اگه همدیگر رو دوست داشته باشن دیگه کار تمومه، مگه نه حکمت؟ حکمت جان، معلومه همدیگر رو دیدن، شناختن، علاقه من شدن، بعد میخوان ازدواج کنن. میدونم آبجی تورای، منم همینو دارم میگم. خب کی دیدن، کی شناختن؟ ما که نفهمیدیم. آره عزیزم، حالا صبر کنید. ای بابا چه خبره با این عجله ازدواج میکنین آخه؟ چه سب کردنی عجوزه؟ پسر خرپوله مگه نمیبینی؟ ازدواج کن بابا جون، 5 تا 10 تا 15 تا بچه بنا رو دستش. ششش حالشو ببریم. بفرمایین. پسرم نه تو نشنیدی عمو دکتر چی گفت؟ میخوام برم دستشویی. خیلی خب برو دستشویی، ولی بدون دویدن باشه. برو. نمیشه لطفا باش بری؟ بیا بریم عزیزم. تو سنی که باید از در و دیوار بالا بره ببین چی کار میکنیم. وقتی مانعش میشیم دلم خون میشه. نه خواهش میکنم این کارو نکن. اگه برای ندویدنش عکس عمل نشون بدیم بعدن چه کار کنیم ها؟ خدا میدونه چیا در انتظارمونه. حداقل اینقدر خوبه که میخواد بوده. آره حق با توه. برم میز غذا رو آماده کنم. باشه. من جواب بدم الان میام. آقا سلیم، شما که اصلا از این کوفته ها نخوردین، چرا خوشتون نیمد؟ چیزه گلم، کوفته های منو میخوری؟ تو کوفته دوست داری میخوری؟ کوفته دارم طوفان، نمیخوام، ممنون. سالاد چی؟ سالادم دوست داری؟ گیر نده به من. ولی گلم تو کوفته نمیخوای، سالاد نمیخوای، منو نمیخوای، تو چی میخوای طولای ها؟ چی میخوای؟ الان وقتشه، الان وقت این حرفاست؟ ای بابا باز اومدی، 2 دقیقه نشده به اینجا رسید. میبخشین، بازم تبریک میگم آقا سلیم. خیلی میبخشین فیلیس جون، میدونی که من همیشه میام، من همیشه اینجام، نگران نباش. باشه نخور بمون. خیلی خب من باید برم. تولای تو رو خدا بیا بشین دیگه، کجا داری میری؟ این یکم دیوونه شده ولی آخرش منو کامل دیوونه میکنه به خدا. خیلی خب داداش طوفان، آروم باش. من چی کار کنم فیلیز؟ میبینی که معلومه، ولش کن بره پیکارش. بابا ساکت شد دیگه. ای بابا انگار خیلی حالیشه. معلومه چی؟ باید دنبال عشقت بری داداش طوفان، چاره ای نیست. دقیقا همینطوره آقا طوفان، الان زخم خورده است. آره آره، اگه لازم بود دست به هر کاری بزن. این قضیه رو حل کن دیگه آقا طوفان. درست میگی، پس من میرم. برام آرزوی موفقیت کن. فقط آروم باش، ما برات دعا میکنیم. یه زنه دیگه بگی بدبخ. دروغ میگم؟ ساباش چی شده؟ چرا نیومدی؟ ساباش تو لیست پیوند قلب نفر اول شده. الان دکتر زنگ زد گفت داره پسرم خوب میشه، نجات پیدا میکنه. داری جدی میگی؟ باور کن. مطمئنی؟ مطمئنم. خدای شکرت، انگار کابوسمون داره تموم میشه. آره تموم میشه، اونم مثل بقیه بچه ها میتونه بدو بازی کنه. خب چی گفت که این اتفاق میفته؟ چیزی نگفت؟ نمیدونم، باید یه مدت منتظر تماسشون بمونیم. وقتی موردی پیدا شد، مثلا امشب یا فردا یا یه ماه دیگه، خودشون خبر میدن. ولی دیگه تمام شد، انقدر نزدیک نشده بودیم. تولای، گلم، تو رو خدا این در رو باز کن حرف بزنیم، خواهش میکنم، این کار رو نکن. تولای، تولای، گلم، من هر چی که به تو میگم برو، بازم میای. به خدا دیگه خودمو تیکه پاره میکنم و ازت طلاق میگیرم، بسه.
گلم، تو رو خدا طلاق گرفتن از کجا اومد؟ این کارو نکن، اصلا طلاق بگیری که چی بشه؟ طلاق نگیرم چی کار کنم؟ بگو دیگه. باید زندگی کنم که چی بشه طوفان؟ اگه تو به این خونه برگردی میتونی بچه همونم برگردونی ها؟ اونو هم برمیگردن؟ بر نمیگردن گلم، نمیتونم بیارمشون. ولی منو بیرون کنی هم بر نمیگردن، میفهمی؟ تولای ببین، اونا دیگه رفتن. خب ولی بازم فقط منو تو موندیم. درست میگی، منو تو تنها موندیم، تک و تنها و بیکس موندیم. طوفان، من هر بار نگات میکنم اون روزو دوباره حس میکنم، اونا رو دوباره و چند بار از دست میدم. ببین، میدونی من دیوونه نشدم، خیلی سعی کردم ولی نشد، حتی اونم نتونستم، عقلم رو از دست ندادم، یادم نرفت، آروم نشدم. هر بار که نگات میکنم آتیش درونم شعله برتر میشه، نمیتونم تحمل کنم، طاقت نمیارم. ببین گلم، منم دلم خونه، خب منم بچه هامو از دست دادم، ولی تو رو خدا این کارو نکن تولای. ببین طوفان، بدونه اینکه اونا رو بغل کنیم، اونا گلم عطرشون رو حس کنیم از دست دادیمشون. خیلی خوب، آروم باش عزیزم، آروم باش. ما دیگه به چه دردی میخوریم طوفان؟ تولای ببین، منو مثل قبل دوست داشته باش، خب باز مثل قبل بشیم، دوباره بچه دار بشیم، بازم سعی میکنیم. باشه گلم، تو رو خدا طولایی. چی؟ یه بار شد دیگه، دوباره هم این کارو میکنیم، دوباره سعی میکنیم، نمیشه؟ چی حرف میزنی؟ مگه اونا اشیان؟ مگه لیوانی که وقتی شکست یکی دیگه به خری جاش بذاری هان؟ گلم ها؟ آروم باش، خواهش میکنم. برو خواهش میکنم تولای، تولای گوش کن، تولای برو بیرون. گلم برو بیرون. تولای این کارو نکن، منظوری نداشتم. یه نوشو جاش میذاره، وسایلتو بگی گم شو. دیگه تموم شد طوفان، دیگه تموم شد. گلم اینا رو هم بگی، تو رو خدا گوش کن. بهت میگم برو، نکن، برو بیرون. تولای عزیز، آی فیلیس عزیزم، تو این آدم رو واقعا دوستش داری؟ اگه به خاطر فراموش کردن باریش این کارو میکنی بعدن اذیت میشی یا؟ این حرفا چیه میزنی؟ سلیم آدم خیلی خوبیه. خیلی خب، اونو که میدونیم، تا حالا صد بار به همون گفتی. اونو نمیپرسم که، میگم دوستش داری؟ خب به عنوان یه انسان دوستش دارم. عشق با گذشت زمان به وجود میاد دیگه، بعدش هم یه چیزی به اسم منطق هست. یعنی با منطق میخوای باش زندگی کنی؟ آره، با منطق میخوای بچه داشی؟ بدون عشق که نمیشه عزیزم، حسرت عشقو میکشی، بعدا آقا وکیلم عذاب میدی دیگه.
برای چی عذاب بکشه؟ من که روک و راست بهش گفتم، حسی که به باریش دارم و میدونه. هنوز عاشق باریشی مگه نه؟ من میدونستم. آقا وکیل با این که اینو میدونست اومد طرف تو؟ تازه تو زندگی چیزای مهمتر از عشقم هست. اعتماد هست، آرامش هست، احترام هست. سلیم آدمیه که میتونم زندگیمو باهاش شریک بشم. به نظرم تصمیم درستی گرفتم. من اینطور فکر میکنم. ولی به نظرم اشتباهه. اشتباهه. بدون دوست داشتن اصلا شدنی نیستش. اگه از من میپرسی تایید نمیکنم. البته از منم که نمیپرسی. بدون عشق و دوست داشتن آخه مگه میشه؟ بگی بخواب دیگه. خیلی خواب. ولی اشتباهه. خیلی هم اشتباهه. ساکت شو دیگه. اگه سر عقل بیاد و با این آدم ازدواج کنه، ما هم از خوابیدن تو پذیرایی راحت میشیم. همچین دامادی به نفع هممونه. زینب تو به نفعش چی کار داری ای بابا؟ به تو چه دختر؟ کسی رو که دیروز شناختی حمایت میکنی؟ تقصیر منه که با تو حرف میزنم به جای تشکر کردنشه. ای وای، انگار صبح تا شب مجبورش میکنیم ظرف بشه. از چی فکر کردی؟ از صبح تا حالا نظافت کردم، دستام همه چروک شد. عزیزم منو ببین، الان داری بی‌انصافی میکنی. خیلی بی‌انصافی میکنی. نخوابیدی؟ یعنی شبیه خوابیده ها؟ چه جوری بخوابم نمیشنوی؟ گوش کن چی میگم. در مورد این وکیل نظر چیه؟ چی بگم آخه حکمت؟ خواهر که میگفت کاملا جدیه. نمیدونم. یعنی میگی به این سرعت شدنیه؟ من نمیگم، خواهر میگه. یعنی وقتی خواهر اینجوری میگه حتما سبک سنگین کرده دیگه. چی بگم؟ من که میگم این دفعه محکم کاری کنیم تا بعدم مثل باریش 100 تا ادا در نیاد. فردا پاشی میریم دفتر این یارو، اول کار حرفامونو بزنیم. چی میگی؟ آفرین پسر، درست میگی. باشه، فردا صبح بریم ببینیم چی میشه. باشه. منم میام. حال ندارم، خودت یکی بزن. خفه خون نگیرین دیگه، کار رو بازه نمیزنین، دو دقیقه بخوابیم. بالشو بده من، بده، بذار همینجوری بخوابه. من برم بخوابم. برو. حکمت زود باشین دیگه. خب دیگه داره دیرتون میشه. شما میخواین برید سر کلاس یا من؟ زود باشین. چقدر میخوام اینا بده بیاد. زبون دیرازا، بازم زود بیدار نمیشی. خیلی خب. این چرا به شوهرش نمیرسه ها؟ آدم یه لقمه میگیره میده دست شوهرش دیگه، گرسنه بره سر کاراره. ای بابا چی کار کنیم؟ بفرم آقا لقمه رو بگیر. اینم از من انتظار داری. بیا ها. چرا لقمه خودت نمیگیری؟ سیم ظرفشویی. حیف نون. یعنی نتونستیم تو رو تربیتت بکنیم یه لقمه نون بگیری؟ ها؟ گفتی تربیت کرده؟ چه تربیت کردنی؟ خواهر نکنه دوزاری من کجه؟ پسر، انگار متوجه نشدی. باید بگی بله، ما رو بزرگ کردی، به این سن و سال رسوندی، زحمت کشیدی از این حرف. آفرین. نه، راستی خواهر، میگم امروز نمیتونم بچه‌ها رو برسونم. خودت یه کاریش بکن. باشه باشه، من خودم میبرمشون، شما برین، دیرتون نشه. زود باش پسر، عجله کن. بس دیگه، برین را بیو بجم دیگه. منم دیگه بلند شم، امروز خیلی زیاد کار داریم. مگه نه؟ بلند شیم، ما هم بریم. زود باشی. خواهر تو چرا ما رو میرسونی؟ ما خودمون میریم دیگه. آره میدونم تنهایی چه کارایی ازتون برمیاد، واسه همین من میبرم تو مدرسه. زود باشی. ای بابا. بریم، خداحافظ. بیا عزیزم. آآ میبینی که همه یه کارا رو دوباره ریختن سر من؟ تو هم برش کن بره.
خیلی خوب، من دیگه پاشم برم قهوه خونم. وایستا وایستا، من یه فکری دارم. دختر تو این خونه یه فکری هست، اونم منم. بگو ببینم چه فکری داری. به نفع هر دوتامونه. جدی میگی؟ بیا توضیح بدم. خیلی خوب، بیا برام تعریف کن ببینم چی هست. اول بذار اینی رو بخورم. ببین خواهرم، این دختر عاشق این مرد نیست، اینو تو هم میدونی، قبولش کن دیگه. میدونم چی چک، مگه میشه ندونم؟ خب چی کار کنیم؟ ولش کنیم این دختره منتظر بالش بی سر پا بمونه؟ من میگم آقا سلیم یه مرد خوب و مناسب واسه زندگیه. از کجا میدونی مرد خوب و مناسبیه؟ ذهنشو خوندی، رفتی سابقهشو درآوردی؟ بگو ببینم از کجا میدونی آخه؟ ببین دیدی، به خاطر اون باریش پشت هر اتفاقی دنبال یه شر میگردیم چیچک. ببین ببین به چه روزی افتادیم. اینجوریه دیگه خواهرم، باید فکر همه جاشو بکنی که یه وقت غافلگیر نشی. مگه پدر و مادر باریش اون بلاها رو سر فریز نیورده؟ خدا بگم اون دارا چیکارشون کنه، بلایی نبوده سر دوست عزیز من نیارن. آره خب به نظرت ما باید چیکار کنیم؟ باید چیکار کنیم؟ در مورد پدر و مادر و خانواده این آقا وکیل حسابی تحقیق کنیم، ببینیم مثل پدر و مادر باریشن یا نیستن. مگه نه عزیزم؟ خوبه دیگه، حق با توه، ولی چجوری این کارو بکنیم؟ من یه فکرایی دارم. بیا. یه فکرایی داری؟ آره. هی بیا دیگه، بیا. خب آروم باش. آی از این به بعد هیچ کس غیر خودمون نمیتونه ما رو نجات بده، باید خودمون یه فکری بکنیم، از کسی هم انتظار نداریم. خیلی خوب، ولی به چی نگاه میکنین؟ برین گم شید دیگه. ای بابا بیا بشین فکرت، تو این مدرسه به این بزرگی تنها موندیم، چی کار کنیم حالا؟ تنها راه نجات از کتک خوردن کتک زدن گیلاس، اینو تو مغزت فرو کن، با من بیا. چطوری داداش؟ چرا اینجا تنها نشستی؟ نمیدونم برای چی میپرسی؟ کسی با دوست نمیشه نه؟ نگران نباش، از این به بعد ما با دوستیم، کارهای خیلی بزرگی هم میکنیم، پیش کسی هم سرمون رو خم نمیکنیم. سلام، خسته نباشین، چی شده؟ خوش اومدی، از اینجا ساندویچ میخریم، تو هم میخوای؟ نه من سیرم، ممنون. طلایی چیچک کجا؟ کار داشتن، زنگ زدن گفتن دیر میان. چه کاری داشتن؟ ای بابا، خیلی خوب. آقا منصور سفارش جدید فرستاده، اونا رو باید برسونیم، بیاین شروع کنیم زود. باشه. عجیبه. خیلی خوب فهمیدم، گفتم که خریدم. آره از همه بزرگتر رو گرفتم. باشه شب میارم، خیلی خوب، قول میدم. خیلی خوب دیگه، شیطنت نکن، میبینمت. باشه فعلا، خداحافظ. صبح بخیر. صبح بخیر. آی ماشاءالله ماشاءالله آقای دکتر، امروز خیلی خندونی، خدا از چشم بد حفظت کنه. آخه خبر خوبی گرفتم. به خاطر اونه. ببین بیا اصلا یک کاری کن، بیا این پولو بگیر، این 6 تا 7 تا خوبه، فکر کنم کافی باشه، یه قنادی نزدیک اینجاست، برو شیرینی های خوشمزه بگیر و زود بیا، به همه پخش کن، میخوام جشن بگیریم، بادو ببینم، بادو. آی الان میرم میگیرم، کیک های کوچیک شکلاتی هست، داخلش هم پر از خام است، از اونا بخرم. آره حتما بخر، اصلا میدونی چی کار کن؟ یکی یکی بردار، امتحان کن، هر کدوم که خوشمزه تر بود، باب سلیقت بود، همونو بگیر و بیار، بده ببینم. والا دهنم هم افتاد، چای تازه دمم داری، میشینیم با هم دیگه میخوریم. از الان لحظه شماره میکنم، زودتر بگیری بزنیم به بدن. باشه. سلام، میتونم بیام تو؟ چیزی شده؟ اینو آوردم. این چی؟ رفته بودم نوش افزار، یهو چشم خورد به این، یاد گیلاس افتادم، مطمئنم خیلی خوشش میاد، گفتم که برای پشت سر گذاشتن این دوره یه چیزایی از توش ورداره و به دردش بخوره دیگه. باریش
میدونم تو نمیخوای کاری به بچه ها داشته باشم. خب طبیعیه، بگو خودت گرفتی. به هر حال برای گیلاس دیگه اینطوری مشکلی نیست. من باید یه چیزی رو بهت بگم جانم. حالا که تو اینجا اومدی، من و سلیم با همیم. تصمیم گرفتیم رابطه‌مون رو جدی کنیم. گفتم در جریان باشی. همین. ببین این اینجا ساره؟ آره اینجاست. بپرس. خسته نباشین. خیلی ممنون، بفرمایین. چیزه، میخواستیم آقا سلیم رو ببینیم. بگم کی هستین؟ بگین برادرای فریزریبال. بگین رحمت و حکمت میشناسه. باشه. رحمت؟ نیداد بیداد. پسر شما ها اینجا چی کار میکنی؟ ما اومدیم با آقا سلیم خصوصی حرف بزنیم. شما اینجا چی کار میکنی؟ نه نمیشه، ما هم اومدیم خصوصی حرف بزنیم. یه کش به مشامتون خورده زامبیا ریختین اینجا. زینب چی شده همسر جان؟ تا اومدی حرف خصوصی بزنی؟ نه بابا از دست تو. چه بابا یافته پرس؟ خانم شما بگین یه دفعه خانواده الیبولا دست جمعی اومدن تموم شه بره. فقط ما رو جدا بنویسین، کار ما واقعا خصوصیه. آره اگه ما رو جلوتر از اینا بفرستین تو خوب میشه. خب کار ما هم خصوصیه، باید بریم دانشگاه. کلی کار داریم، باید خانم بریم کار داریم. اول پرسی کنیم، کلا ما حرف زیاد میزنیم، انقدر حرف میزنیم که کسی دیگه نمیتونه اندازه ما زهر بزنه. پسر ما خیلی کار داریم، میگم باید بریم کارگاه. ببین تو میخوای از من فرار کنی؟ من کاملا متوجهم. خیلی خوب درک میکنم. میخوای ازت دور شم؟ اگه دور شم همه چی حل میشه. دیگه هم پیشت نمیام. فقط دیگه همچین کار مسخره انجام نده فیلیز. این کارو با ما نکن، خواهش میکنم. این چه کاریه میکنی آخه؟ دیگه چیزی به اسم ما وجود نداره. تا حتی اونا دوست هم نداری، برای چی همچین کاری میکنی؟ باریش برو الان، خانم ما میان آبروریزی میشه. آبروریزی بشه؟ شدنی نیست. من خودم رو تو چاه انداختم، نمیذارم تا هم این کارو بکنی. نه اومدن. لطفا اجازه بدین. ببخشید 5 دقیقه دیگه باز میشه، بفرمایید. چی کار میکنی؟ اون رابطه دروغه، میفهمی؟ دروغه، حداقل به اندازه من. میشه بشینی لطفا؟ بشین، همه حقایقو درباره نهال بهت میگم. بشین لطفا. تو فقط همه چیو میدونم. چیو میدونی؟ میدونم چرا باید به بچت برسی، میدونم چرا بچت بهت احتیاج داره، همه چیو میدونم. کاریو که باید انجام دادی. بذار منم کاریو که باید انجام بدم، برای خودم خانواده تشکیل بدم، زندگی داشته باشم. لطفاً خانوما اومدن اینجا، فقط مغازه من نیست، کلیدو بده. پس بگو که منو دوست نداری. آره بگو دوستم نداری، دیگه هم سر راهت قرار نمیگیرم. بگو دیگه، قول میدم دیگه هم پیدا نشه. بگو فیلیس، یالا بگو. دیگه هیچ اهمیتی نداره، بده. نمیدم، اجازه نمیدم با کسی که دوست نداری ازدواج کنی. خیلی ببخشیدم. باریش کلیدو بده من. من سلیمو دوست دارم، کلیدو بده کسی من. کسی که دوست داره اینجاست. حالا که همه چیو میدونی بیا حرف بزنیم، یه راه حل پیدا کنیم. مشکل حل نشدن این که نیست. نمیتونم باهات سر و کله بزنم، کار دارم. گلسوم خانم کلید داره، از اون بگیری. کار و زندگی دارم، واسه چی با تو سر و کله بزنم؟ فریز یه بار دیگه فکر کن. ساکت شو. بیشه از روی عصبانیت همچین کاری نکنی؟ این کار منطقی نیست. چرا دارم دیوونه میشم ای خدا. خلاصه کلام این که ما اومدیم یه سر و گوش یاب بدیم. اول شناسنامتو ببینیم. متوجه نمیشه. چیز سختی نیست. خب مارگزیده از ریسمان سیاسفید میترسه دیگه. دیشب ماشاءالله تیپ زدی اومدی و کوفته خوردی، بورک خوردی. نوش جونت، ما چیزی نمیگیم. ولی ببینم اصلا اسمت سلیم هست؟ میدونی که ما یه باریش داشتیم که تبدیل شد به سواش. آره
یه وقت تو هم بعدن به جای سلیم، چه میدونم حلیم، کریم عذاب در نیای. از اول سنگمونو وا بکنیم. فهمید. خوبه، شناسنامه تو رد کن بیاد. گواهی نامه میشه. باشه، یه لحظه. بفرمی. اسمش واقعا سلیمه. سه رقم آخر شماره ملی 821. اونم درسته. خوبه. چیزا ببین، وضعیت تعهل ببین مجرد یا نه. اونم نوشته مجرد، مشکلی نیست. خوبه، تبریک میگم. میتونیم بریم مرحله دوم. مثلا چی؟ مثلا اینکه از اول وکیل بودی؟ از وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم وکالت میکنم. سابقه دزدی نداری؟ یا چه میدونم جرم دیگه ای که مرتکب شده باشی؟ در واقع الان ازم سوء پیشی نمیخواین، درسته؟ آها، اینم میشه، مگه نه حکمت؟ البته، حالا که اومدیم اونم میبینیم. خب اگه دم دستتونه اونم بدیم ببینیم. باشه. ببین، ما هزار تا مشکل پشت سر گذاشتیم، این جلوی اونا هیچی به حساب نمیاد. خواهش میکنم بیا حرف بزنیم، دنبال یه راهی بگردیم. چه راه حلی ها؟ از کدوم راه حل حرف میزنی؟ باید یادت بندازم تو متأهلی؟ من ازدواج کردم، ازدواج کردم، ولی بهت خیانت نکردم. متوجه میشی؟ از روی اجبار ازدواج کردم، موضوع چیز دیگه ایه. بعدش من که با نهال زندگی مشترک ندارم، یعنی با هم دیگه که کاری نداریم اصلا. به من چه؟ اصلا کار داشته باشین. ای بابا، انگار هولیا رو فراموش کردم، یادت رفته؟ باز اعصابمو به هم ریختی، از اینجا برو بیرون. یه نفر دیگه تو زندگیم، من سلیمو دوست دارم. خیلی خوب، پس بگو ببینم غذای مورد علاقهشون چیه. چی؟ غذای مورد علاقهشو بگو. چیه دیگه؟ چیه؟ چی بیشتر از همه ناراحتش میکنه؟ از چی متنفره؟ چند تا خواهر برادر داره؟ خیلی خوب، اینا یکم حالا سخت بود، یه سال آسان‌تر بپرسم. رنگ چشمش چیه؟ سیاه. خب قهوه‌ایه. کدوم، قهوه‌ای یا سیاه؟ نمیدونم، نمیدونم از چی خوشش میاد. رنگ چشماشو نمیدونم. وقتی هم تو چشماش نگاه میکنم پاهام از زمین کنده نمیشه، هیجان زده هم نمیشم، ولی میدونم که آدم خوبیه. میدونم چقدر آدم رو راستیه، سالمه، متعادله. مثلا میدونم اسم واقعی سلیمه. بعدن سابقه یه دزدیش برملا نمیشه. زنای سابقش از چپ و راست پیدا نمیشن. اگه بفهمه بچه داره، خودش میاد به هم مستقیم میگه، چون اون آدم صادقیه. سعی نمی کنه با کاراش منو از خودش متنفر کنه. همه گه اینا رو میدونم. من خسته شدم بارش، خیلی خسته شدم از داستانه و رفتاره تو. خسته شدم، منو مریض کردی، میخوام خوب بشم. من میخوام خوب بشم باریش، راحتم بذار. خانوما هم اومدن، باید کار کنی. حالا میخوای بمون، میخوای برو، هر کاری دلت میخواد بکن، خودت میدونی.
شغل پدر؟ قاضی. آه خوبه، ببین معلومه مرد قانونه. الان کجاست؟ 4 سال پیش به رحمت خدا. آخه خدا رحمتشون کنه. مادر؟ مادرم تو شهرستان با خالم زندگی میکنه. خب زیاد میاد استانبول، وقتی میاد کجا میمونه؟ خواهر و برادر دیگه ای هم داری؟ مادرم روماتیسم داره، برای همین نمیتونه زیاد بیاد استانبول، ولی وقتی هم میاد پیش خواهرم میمونه. آه خواهرم داره، بنویس. خواهر برادری که فوت کرده؟ نه اونم بنویس. حالا شغل پدر چیه؟ قاضی. میدونم امتحانت میکردم. خب چیزه، ما باید مادرتو ببینیم، باشه؟ زنگ بزن بیاد اینجا. دقیقاً همینطوره. خدای نکرده ممکنه رفتارش عوض بشه، یهو بیاد استانبول برای جدا کردن تو و فیلیس، سعی کنه فیلیسو بندازه زندون. واسه همین باید آشنا بشیم. باش. پس بهش زنگ میزنم تا اگه بتونه بیاد. آره دیگه زنگ بزن. بس دیگه، خبر نزنی. پاشین نوبت باز. یلا. بلند شین بابا، بدبختو کشلش کردیم بس که ورده. آقا فیشو پیداتون شد. زخرم مس. بلند شین ببینم اومیا. خیلی سوال داریم که بپرسیم. بده. یلا پاشین. حالا خودت مالش شد. باش تو باش. فکر نکن تموم شد. به مادرت زنگ میزنی بیاد، یادت نره. باره دیگه. تو باش. ننه رئیس خرید شاید. ای بابا نذاشتن کارمونو بکنی. خداحافظ. ای خدا. شوهر خواهر چطوری؟ خوبه. خیلی متشکرم. خب داماد. بزرگترات کجان؟ فک و فامیلت؟ نگران نباشین. به زودی این کارم انجام میدم. تو نمیری؟ بله. واسه میدونی چیکار کنیم؟ اول منو بفرست سوئیس ببینم حرفا درسته یا نه. منظورتون چیه که درست میگم؟ شوهر خواهر جون، از این به بعد زیاد به خونمون رفت و آمد میکنین. میدونین که ظرفیت خونمون پره. این چطوره برای من و حکمت یه خونه جور کنین؟ یه خونه کرایه خونه؟ کنین. خونه؟ نه اول سوئیس، اول سوئیس، سوئیس، سوئیس. باش، من سعی خودمو سعیمو میکنم، حتما مطمئن باشم. اتفاقا وقتی تنهایی ضرر میکنی باید با ما بگردی، میفهمی؟ اگه همچین کاری بکنم مامانم عصبانی میشه. پسر اینجا که بغل مامانت نیستی، اینجا تک و تنهایی. از این به بعد با مایی، هیچ کس نمیتونه اذیتت کنه، فهمیدی؟ مطمئن نیستم. زود باش دیگه، محکم وایسا پسر، زود نیفت. اما تو رو مرد میکنم، بهم اعتماد کن. خیلی خوب. فکرت یه دقیقه با من بیا. برای چی؟ بیا دیگه. الان میام بچه. فکرت چی کار میکنی؟ برای اینکه ازمون بیشتر متنفر بشن با بچه هایی که هیچ کس دوستشون نداره گروه درست میکنی؟ نه دختر، برای اینکه ازمون بیشتر بترسن گروه درست میکنم دیگه. هیچ کس نمیتونه مسخرمون کنه، هیچ کس. چی داری میگی؟ چه ترسیدنی؟ الان کی ازمون میترسه هان؟ کارم که تموم شد میبینی. بچه ها بیاین. بهت نشون میدم، بهت نشون میدم، رو سب کن، نشونت میدم. بله بگو باریش. توفان یه چیزی بهم بگو، یه چیزی بگو، وگرنه یه کاری دست خودم میدم و میرم اون یارو سلیما میگیرم از سب کن پسر، سب کن. الان کجایی ها؟ الان تو کلینیکم، دارم دیوونه میشم. میگه وارد رابطه شدم با اون یارو. چطور میتونی با اون مردی که عوضی وارد رابطه بشی؟ خیلی خوب باریش، داداشم الان اونجا واینسا. خب از اونجا بیا بیرون، دارم میرم قهوه خونه، بیا اونجا. باشه اونجا نمون. بیا توفان، تام حرفا میزنی برای خودتو. کجا بیام؟ میگم دختره داره از دست میره، میفهمی؟ با این سلیم یه برنامه هایی دارن، انگار متوجه منظورم نمیشی، حرفام نمیفهمی؟ ای بابا پسر، اونم که یهو وارد زندگیش نشد. تو حرف منو گوش کن، راه بیفته دارم میرم قهوه خونه دیگه. بیا تو هم بیا. نه نه قهوه خونه که نمیشه. یه کاری کن، بیا خونه خودت، من میرم اونجا، اونجا میشینیم با هم دیگه کلی حرف میزنیم. اونجا نمونیا. زود باش، زود باش، بیا بیا. باشه بابا الان راه میافتم، الان میام. اصلا باورت میشه توفان؟ تو چشای من نگاه میکنه چه چیزایی میگه، باورت میشه؟
چیه رفتی تو فکر خوشگل خانوم؟ خوش اومدی. خیلی ممنون. ممنونم. تو کجا سیر میکردی؟ دور دسته رو نگاه میکردی؟ میخوام بدونم شما تا حالا کجا بودین؟ نمیدونین سفارش جدید اومده؟ چجوری آمادش کنیم؟ میدونیم. نه آماده میشن. خانوما تو خونه با قدرت کار میکنن، مشکلی نیست. خانوما تو خونه هم کار میکنن، ولی لباسی نمونده که کار کنن. وقتی نیستین چجوری بدوزین؟ دارم میپرسم چجوری آمادشون کنیم. کجا بودین؟ رفتیم واسه من کلاگیس ببینیم. اومدیم دیگه. تو هم چه رئیسی شدی واسه ماها؟ چه خبره؟ اومدیم تموم میکنیم دیگه. آره دو ساعت داشتیم کلاگیس میدیدیم. شاید برای منم بگیریم، چه میدونم. حالا ببینیم چی میشه دیگه. شاید خوشم اومد. بله سلیم. فلیس چطوری؟ خوبم. تو چی؟ منم خوبم. ببینه وقت داری؟ برای یه قهوه بیام دنبالت؟ آه نه، برامون سفارش اومده. طولای اینا هم که دیر اومدن، واسه همین باید زودتر سفارش ها رو برسونیم. گفتیم که میرسونیم. خواهر من، اگه ما دیر اومدیم تو هم زودتر برو این قضیه تموم شه. اگه میخوای بری برو. باشه، دخترا میگن ما میرسونیم، بیا بریم. باشه، پس میبینمت. اینو تموم کنم بعدش میرم. باشه. هنوز اعلام نشده. نه نه الان شروع شد. خب دوستان، پروژه هایی که تحویل آموزش دادیم بررسی کردیم. بینشون کارهای خیلی با ارزشی هم بودن. خودتون هم خوب میدونین که تو هر رشته‌ای فقط میتونیم یه پروژه رو انتخاب کنیم. انتخاب کردن برای ما کار خیلی سختی بود. صاحبان پروژه‌های انتخاب شده در سال آینده بورسیه تحصیل در دانشگاه‌های مختلف دنیا رو می‌گیرن. رحمت واسه اعلام نتایج نیومده. خب چیکار کنم؟ ببینم دنیز، مطمئنی رحمت رو تو این مسابقه شرکت دادی؟ احساس می‌کنم اسمش بین شرکت کننده‌ها نیست. دانشجویی که تو رشته ریاضی برنده شده؟ احمد ساری تاشه. احمد لطفاً بیا پشت تریبون. مگه به هم قول نداده بودی؟ قرار بود رحمت رو راضی کنی دنیز. دروغ گفتی. آره؟ پس واسه چی اون شب تا صبح تو دانشگاه موند؟ برای آماده کردن پروژه احمد ساری تاش عزیزم. چی؟ چی داری میگی؟ دنیز تو چی کار کردی؟ این احمد ساریتاش کیه؟ به رحمت پول داده؟ واسه چی پروژهشو رحمت آماده کرد؟ اوف درن، بسه دیگه. خیلی خوب، همچی کسی وجود نداره. گفتی رحمتو وارد مسابقه کنم، این کارم کردم. بقیهش دیگه با تو. احمد ساریتاش بینمون نیست؟ اگه کسی از بین شما احمد ساری رو میشناسه بهش خبر بده، بره پیش مدیر. انگار علاقه‌ای به بورسیه تحصیلی در خارج از کشور رو نداره. حالا اسم دانشجوی برنده رشته معماری رو اعلام میکنم. چی شد؟ نه برنده شد؟ نمیدونم، اگه خیلی کنجکاوی برو بپرس. برای چی کنجکاو بشم؟ گفتم یه وقت پول اون بچه حیف نشه. دنیز چرا اینجوری میکنی تو ها؟ خیلی خب باشه، حرفام در مورد مادرت. چی؟ نفهمیدم. چیو متوجه نشدی دنیز؟ مگه چیزی هست که تو نتونی بفهمیش؟ اصلا منو نمیبینی، جوری رفتار میکنی انگار نیستم. رفتاری که باید با یه خدمتکار و دوست پسر سابق خواهرم داشته باشم دقیقا همین رفتاره. تو دیگه چیزی نداری که ارزش دیدن داشته باشه. سینی تک دردم بایده ما فقط با درین بود. تنها خواستت جدا کردنم از زوم بود. هر کاری که کردی همه این مسخره بازی ها برای جدا کردن ما بود، درسته؟ چون نمیتونی درین رو تقسیم کنی. این موضوعی چه ارتباطی به من نداره، درسته دنیز؟
مگه نه؟ آره دنیز، به جمع اعتراف کن، اعتراف کن که هم من از این مسخره بازی خلاص شم، هم تو دیگه خسته شدم. آخرش فهمیدی. یه چیزی بهت بگم، تصمیم درستی گرفتی، درس خوندن و کنار گذاشتی و خدمتکار شدی. با این هوشت به هیچ جایی هم نمی رسیدی. فکر کنم یکی قفم برای آخاز. بله بله، میتونین بذارین. سلام. آه ممنونم، زحمت کشیدی، دیروزم آورده بودی. گل دادن به کسی که دوستش داری زحمت به حساب نمیاد. اینجام خیلی قشنگه، دلم باز شد. پس ازش خوشت اومد. فلیس، وقتی می اومدم یه مغازه خالی دیدم، هم بزرگ بود هم خوش منظره و عالی. نظرت چی؟ میخوای کارگاهو منتقل کنی اونجا؟ متوجه نشدم، چرا؟ برای اینکه اذیت میشم وقتی فکر میکنم باریش مدام میاد پیش شما. نمیفهمم قصد و هدفش چیه. نه ما الان تو شرایطی نیستیم که واسه کارگاه کرایه بدیم. هزینه مدرسه بچه ها به اندازه کافی بالاست، واسه همین امکانش نیست. باشه، این که مشکلی نیست، من هستم، هر جا رو بخوای میگیریم. تازه اینجوری به نظرم کاراتونو خیلی راحت ترم انجام میدی. اینو نشنیده میگیرم سلیم، خواهش میکنم، اصلا از این کارا خوشم نمیاد. یعنی چی؟ چه جور کارایی؟ فلیز، من و تو قرار شد شریک زندگی هم باشیم، این که دیگه چیزی نیست. نمیخوام بینمون مسائل مالی باشه، از این چیزا خوشم نمیاد. تازه من با باریش حرف زدم، خبر داره، رفتارشو درست میکنه. چی گفتی؟ چه واکنشی نشون داد؟ آدم متأهل چه واکنشی داره؟ من که چشم آب نمیخوره منطقی رفتار کنه فلیز. مطمئنم یه کار احمقانه ازش سر میزنه. باریش، خدا رو قسم خوردم، بیا دو دقیقه بیا بشین، سرم گیج رفت. بسته دیگه، بسته. چجوری بشینم؟ چجوری بشینم؟ الان سیستم عصبیم به هم خورده، هیچی نمیفهمم، دیوونه شدم، چیکار کنم؟ چطور این دختره رو بدوزم؟ ما فیلیزو میگم، قبلا هم این کارو کردم، خیلی جواب داده، در موردش فکر کن. خیلی کار خوبی، آره همین کارو میکنه. آقا این شد الان راه حل ها؟ خیلی خب، گیریم که دزدیدی، اینطوری مشکل حل میشه، مشکلت حل میشه. چیکار کنم؟ بذارم بره باهاش ازدواج کنه؟ تو دیوونه شدی؟ ای بابا، میدونم از لهجه من داره این کارو میکنه. اجازه نمیدم، نمیتونم این اجازه رو بدم، امکان نداره. ببرم یه چیز زندانیش کنم. اون دختر عاقل یاره، یکم هوا بخوره تو سرش، قشنگ ازدواج مزدواج عمو و سلیمو یادش میره. یاره میدونم. آره آره، فکر فوق العاده ایه. دختره رو بدوز، خب ببرش یه جا زندانیش کن، بعد برگرد پیش زن و بچت. گهگاهی هم برو آب و نون دختره رو بهش بده. پسر انقدر پرت و پلا نگو دیگه. ببین من میدونم خیلی مسخره است، میفهمم، میدونم خواستم خیلی مسخره است، چیز نشدنی میخوام، ولی نمیتونم. من میدونم، مطمئنم منو دوست داره، اون منو دوست داره، اونو دوست نداره، از سر لج داره این کارو میکنه. خیلی خب، دوست نداره، اینجا بحثی نیست. قبول دارم، قبول دارم. یه چیزی بهت بگم، میدونی چیکار کن؟ این کار ازت بر نمیاد. برو اون درمونگاه چیه، برو استعفاتو بده، از اونجا بیا بیرون، یه کار دیگه پیدا کن. وایسا 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 وایسا، گفته چیکار کنم؟ برو داداش برو، دختره رو راحت بذار، هر دفعه هم دیگه رو میبینین دیوونه میشین. آره بابا، مگه به این راحتی هست؟ باشه ببین، اومدیم از کی کمک بگیریم؟ تو تونستی بری؟ طولایم تو رو بیرون کرد، درست مثل گربه جلو درش میومیو میکردی، راد بده تو. مگه آدم میتونه سرش ول کنه حرف بیخود بزنی؟ ببین منو، من هر جا دلم بخواد میخوابم، میفهمی؟ من مثل تو زنیو که دوست داشتم و ول نکردم برم با یکی دیگه ازدواج کنم. من از خوشیم رفتم. با این کارا داری گند میزنی به زندگی دختره، بعد میگی دوستش دارم، نمیتونم ولش کنم. و این حرفا دست بردار آقا، هر کاری میخوای بکن. عادت هر کار میخوای بکن. منو باش به کی دل خوش کرده مرتی کهمم. من خیلی ممنونم. نوشا جونتون. راستی فلیس، ترتیب بلیط هواپیما رو دادم. ویزا گرفتن برای بابات سخت به نظر میاد، ولی نگران نباش. یه چند تام خونه پیدا کردم. فکر کردم بهتره خودتون انتخاب بکنی. نمیفهمم چه ویزایی چه خونه‌ای؟ برای حکمت اینا دیگه. مادرم هم نمیتونه بیاد. به خاطر روماتیسمش مسافرت کردن یکم براش سخت. سنی متوجه نمیشم چی داری میگی؟
پس تو خبر نداری؟ خانوادت امروز اومده بودن برای دیدنم دفتر. یه چیزایی ازم خواستن، منم برای این که انجامشون بدم. ازت چی خواستن؟ خیلی خوب فیلیز، عصبانی نشو، به هر حال منم جزو خانوادم دیگه. ازت چی خواستن؟ پدرت خواست بره سوئیس. زینبم برای خودشو داداشو خونه خواسته. طولاییم خواست با مادرم آشنا شه. باهات هماهنگ نکردم؟ یعنی هیچ رقمه راد نمیده؟ نه، میخواد ازم طلاق بگیره. وقتی منو میبینه یاد بچه ها میافته. فهمیدم. به نظر من تو هم اشتباه میکنی. اگه مدام داغشو بخوای تازه کنی که نمیشه. اگه میخوای آشتی کنه باید دوباره یادش بیاری چرا عاشق تو شده. اون موقع میبینی که چجوری میاد دنبالت. به نظرم راهش اینه، راه دیگه ای نداره. حالا امتحان کن. مطمئنی؟ آره. خیلی خوب. بیا اینم بگیر، کلید اینجاست. آواره یه قهوه خونه اینا نشو. شبا رو تخت بخواب، گناه داری. مرد به این گندگی هستی. دست در نکن. برداشتی ها؟ یکم زیادی بد خلقی کردم، به دل نگیر. خیلی عصبانی بودم. نه خب، هم فکرم درگیر طولای همین که... آره میدونم، حق داری، حق داری. من یه ببر درنده بودم در حسرت تو، مثل یه گربه آب کشیده شدم. آخه پلیس مملکت چرا باید گربه بشه؟ چی کار میکنی پسر؟ ای داد بیداد، گرگ تنهایی بودم که در کوه ها میگشتم. در نهایت جفتم و پیدا کردم. چی کار میکنی پسر؟ چرت و پرت داری مینویسی؟ خیلی تابلو شد. به خدا قاطی میکنه میاد تیکه تیکت میکنه. داری ور ور با خودت حرف میزنی. ببری بودم که در کوها میگشتم، در حسرت تاتش گرفتم، خاکستر شدم. قشنگه. گربه در حسرت یک کاسه شیر جلوی در خونت، خیلی خوبه. خیلی خوب شد تا فراموش نکردم بنویسمش. ببری بودم که در کوها میگشتم، روز اول بلند شدین رفتین سر وقت یارو؟ خب چی کار میکردیم خواهر؟ ما هم فقط یه خواهر داریم، نمیخوایم ماجرای باریش دوباره تکرار شه. آره حق با حکمته،
ما با ریش دومی نمیخواییم. خواستیم محکم کاری کنیم آخه گلم. ولی با این کارتون پشیمون شدم و وردمش آشنا بشین آخه. زینب از سلیم خونه خواستی تو؟ چی؟ چی شده؟ چیکار کردی؟ خونه خواستی؟ نه عزیزم این حرفا چیه؟ فقط صحبت کردیم، منم وضعیتمونو توضیح دادم. ببین منو با بچه طرف نیستی خب؟ تو هنوز منو نمیشناسی، اصلا از این کارا خوشم نمیاد، بعد بلایی سرت میارم. تو هم گفتی منو بفرست میشه زنم؟ منو به که میگم؟ هی بابا، مگه دومادم نیست؟ آی، واسه فرستادن چند روز باید منتظر موند آخه؟ اوف اوف واسه من نکن آقا، میدونی میخوام برم پیش زنم. اگه اون داماد نتونه منو بفرسته سوئیس، به درد لا جرزم نمیخوره. اصلا باهاش ازدواج نمیکنی که نمیکنی، تموم شد. فکرت، من میخوام همه چیو بگم دیگه، هر چی میخواد بشه. چیه؟ چی شده؟ اگه میخواین حرفی بزنین که منو تو درد سر میندازه زودتر بگین، عصبانی میشم. نه آبجی اونجوری نیست. چی؟ ما خاله ملک رو پیدا کردیم. چی؟ اگه پیدا کردی چرا به من نگفتی؟ کره بازا نمیبینین همه عذاب میکشم؟ چیزه، ما فقط نمیدونستیم اینو چجوری بهتون بگیم. یعنی چی نمیتونستین بگین به هم؟ مگه بز زبونتون رو گاز گرفته؟ ملک جونم چی شده؟ آره میدونم، مادرش اون جونور دست و پاشو زنجیر وسط تو خونه زندونیش کرده، مگه نه؟ آره بابا بهتر آروم باشی. یعنی چی بهتر آروم باشم؟ ده بنالین بگین دیگه دیوونم کردین. چیزه بابا. چی؟ چیزه، خاله ملک خیلی مریضه. آره میدونم، از موقع آشناییمون اینجوری بود بنده خدا. بابا حتی توان اومدن از سوئیس هم نداره، یعنی بیمارش خیلی پیشرفت کرده. تلفنی هم نمیتونه حرف بزنه. نه بابا، نه حتما همه اینا نقشه اون مادرزن جونم مرگ شدمه، گولتون زده. آره نه بابا، یعنی چیزه، اونو ما پیدا نکردیم. یعنی چی؟ داداش باریش پیداش کرد با کمک دوستای دکترش. خاله ملک خاله ملک داره میمیره. بابا ممکنه دیگه نتونیم خاله ملک رو ببینیم. بس کنید مینیونا، دروغ نگین. نه بابا دروغ نیست. برید ببینم ایفنونا. بابا یه بارم بیا نرو خود. توی حکمت چرا در این خونه رو همیشه تو باز میکنی؟ چون خونه منه، شاید دلیلش همین باشه آقا جمیل. باشه بگذاریم، میشه چیچک خانم صدا کنی بیاد؟ جمیل با تو کار داره. داد نزن خب. این باز برای چی اومده؟ باز چی میخواد؟ من برم ببینم. خدا میدونه چی میخواد بگه، باز چی ازمون میخواد، چی شده دیگه. آره خدا میدونه. اومدم. آخه این کارا چیه جمیل؟ اونم این وقت شب. چیزه، از اینجا داشتم رد می شدم، گفتم بیام یه حالی بپرسم، برای همین اومدم.
جمیل همه خونن، به خاطر خدا زشت دیگه، منو ورد زبون همه میکنی. راست میگی. چی شده؟ برای چی اومدی؟ چی چک خانم، یه لحظه بیا بیا، خواهش میکنم. یادت گفتی سر فرصت میای برک درست میکنی؟ من فردا میرم بازار، ببینم چی لازم داری که برات بگیرم. میخواستم اینو ازت بپرسم. نه چیزی نگیر جمیل، لازم نیست، خودم میام یه کاریش میکنم. حالا زودم از اینجا برو، فرت و فرتم نگه اینجا. خیلی خوب برو دیگه، زود باش. شب بخیر. شب بخیر. ای چجو، باشو برو چهار پنج تا سینگ زهرمون را بگیر بیاد بزنیم تو رنگ. پنج تا چیه فکری؟ یه دونشم به زور گیرو بردم. چه شده فکری؟ بعد جوری به هم ریختی زنم جوجو. ملکم داره میمیره. نتونستم پیشش باشم، خودش تنهایی داره میره. همه اینا تقصیر اونه. اگه اون زنم رو نمیبرد من نجاتش میدادم. مرگ تنها چیزیه که چاره‌ای براش نیست فکری، دنبال مقصر نگرد. بلکن بینم حالا میگم حالم بده واسه من افلاطون شدی فلسفه بافی میکنی؟ نه خیلی خوب بابا بیا بگی. ببخشید، دنبال فکری الیبول میگردم، گفتن اینجا میتونم پیداش کنم. فکری؟ فکری باشو باشو، یه نفر سراغتو میگیره باشو. ببخشید، دنبال فکری الیبول میگردم، گفتن اینجا میتونم پیداش کنم. من نمیدونم کجاست. مادر زنمه. داماد؟ تو رو خدا نگو، رفت ملکم، رفت از دستش دادیم آقا فکری، ملکمان رفت، فرشته شد. فرشتش خدا، ای خدا فرشتم را. ای خدا راستش راستش انقدر از دستت عصبانی بودم که دلم میخواست هر جا دیدم تو رو بکشم، ولی بعد فکر کردم چرا دختر من تصمیم گرفت روزای آخرشو کنار اون بگذرونه. معلومه که تو خوشحالش میکردی، معلومه حالشو بهتر میکردی. آره خوشحالش میکردم، اگه اون از پیش من نمیبردی بیشتر خوشحالش میکردم. اگه میتونستم برای درمان دخترم کاری نکنم و دست رو دست بذارم، بگو ببینم میتونستم. آخ بابا در زنت فکری، دل مادر دیگه طاقت نمیاره. ببین اینجا نیومدم که تو رو سرزنش کنم، میخوام برام از اون بگی روزای آخرش چی کارا میکرد، چه جوری بود. میخوام روزای خوش ملکم رو برام تعریف کنی.
معلومه تعریف میکنه. اون ملک منم بود. ببین برات نوشیدنی آوردم، حتما دوست داری. میگم پاشه بریم یه جایی که ملکم خیلی دوست داشت. دمت گرم. چجو پاشه میریم ملک رو بیاریم. امروز روز فرشته هاست. بجنبید امروز روز فرشته هاست. تزلیت میگم بگو. امروز روز فرشته هاست. آره باز خیلی دیرمون شده. خیلی خوب داریم میریم دیگه. ببین خواهرم، زیادی داری به اون عروس رو میدی یا نگو نگفتی. دختره زورش میاد یه چیزی از اینجا برداری بذاره سر جاش، اصلا باورم نمیشه. من کی رو دادم؟ طلای لوسش میکنه. آه زینبم بد نگین، دختره بیچاره یه بچه تو شکمش داره چیکار کنه؟ نه بابا، پس این دختره بیچاره پاشو از گلیمش دراستر نمیکنه. آره آها اون طوفان نیست؟ آره. تو خونه باریش چی کار میکنه؟ آه طوفان بفرمایید. همسر سابقم طولای چیه؟ شما تو خونه باریش چی کار میکردی؟ به تو چه؟ میخوای چی کار؟ مگه از خونه بیرونم نکردی؟ کردی؟ نگفتی طلاق میگیری؟ گفتی. خب چرا اینجوری حرف میزنی؟ دلم میخواد اینجوری حرف بزنم. از این به بعدم من یه آدم مجرد و آزادم. به خدا میسپارمت. برگاهای طلاق و اینا رو هم فرصت کردی بفرست، امضاشون میکنم. خب خدافظ. نگوش تولای، آقا طوفان چی بهت گفت که حالت گرفته شد؟ چه میدونم چی گفت، سر در نیوردم، پرت و پلا گفت، به خاطر غذایی که خورده رو دل کرد. والا تو لای ببخشیده، ولی پدرشو در آوردی، هر چی بگه حق داره. این نظر منه. آیه انگار خیلی برام مهمه. آره اصلا برات مهم نیست. یارد وقتی گفت پشیمون شدم دیگه نمیتونم. اونجا بود، دقیقا اونجا. مش گفتم هممون یه روز میمیریم اغلاق، باز تا روز مرگ تا او تایش زندگی کنیم. همسر نازنینم اینقدر خشن نگاه میکرد ملکم، چی بگم و زده ایجا. تو با دختر من اینجوری حرف میزدی؟ الان تو گیر داری به زر زدن من؟ نه جانم، چه گیری بدم آخه؟ من الان از قصه نمیدونم دارم چی میگم. حالا من بهش گفتم اولاغ، عشقم بهش میگفتم، جونم بهش میگفتم، عزیزم، دردونم، یه دونم، اون همه چیز من بود، همه یه زندگی منم بود. داماد نوشیدنی تموم شد، بیا یکی دیگه بگیر. ادامه بده. این آقلا تو هم این خیلی تعریف کن برام، یعنی از دخترم برام. اطمان نگم مادر زن، قبلا به هم میگفتی لاوالی، الان با دست خودت به هم نوشیدنی میدی. اخ زن ولد خوب نیست. معلومه حالم خوب نیست، دخترم رو از دست دادم، ملکم رو از دست دادم. بزنین درود بر روحش. وای ملکم، وای وای وای، تا این سن و سال رسیدم دو تا زن زیر خاک دفن کردم، ای توف تو این سر نوشته کندم. من سر نوشته بهت نشون میدم، حالا میبینی. صبح بخیر. خوش اومدین. والا دروغ چرا؟ داداش طوفان خوب دووم آورده. ببخشید طولای، کاری نمونده که داداش طوفان واسط نکرده باشه. چقدر تعامل کرد، تلاش کرد، حق داره. خسته شده به خدا. به نظر منم حق داره. برو از شوهرت معذرت بخواه طولای. به خدا بعدم میفتی دنبالش.
کی؟ من بیفتم دنبالش؟ اون بیفته دنبال من، مگه کیه؟ اوف. این کدوم احمقیه؟ این چیه دختر؟ چیه؟ ببری بود که در کوه ها میگشتم، از حسرتت آتش گرفتم و سوختم، همچون ویرانه شدم. این چیه؟ این چیه؟ معلومه که یه باریشه. کی میتونه نامه بنویسه بذاره تو جیب من؟ آخه حالا نشونش میدم، ببین چی کارش میکنه. دختر کجا؟ میخوای چی کار کنی؟ نامه کجا میری؟ دیدی؟ یه شعر قافیه دار بود، به خدا من خودم شعر بود؟ شعر دیگه چی؟ خیلی خب بابا، نه حال فهمیدم، اگه موردی بود خبر میدم، نگران نباش. خب منم به اندازه تو نگرانم، میفهمم، ولی خب کاری نمیشه کرد. بزنی میزنم، یه مریض اومد، ببخشید. مریض توی؟ اونم مریض روانی؟ این چیه؟ چی شده؟ این شعر رو گذاشتی تو جیب من؟ البته شبیه همه چی هست الا شعر، با این حرفای احمقانه. میگم من دارم ازدواج میکنم، یه نفر تو زندگیم هست، ببین چی کار میکنی؟ این چیه آخه؟ مثل احمقا شعر نوشتی؟ من برای شعر نوشتم؟ کی میتونه بنویسه بذاره تو جیب من آخه؟ ببری بودم که در کوها میگشتم، در حسرتت آتش گرفتم، خاکستر شدم، گربهی در حسرت یه کاسه آب. منم همینو میگم، این چیه؟ تو شعر می نویسی میذاری توی جیب من؟ وایستا. این چیه آخه؟ شعرم نیست، این چیه؟ غیر از من کسی دستش به دستت نخوره. گریه کنان همچون ویرانه ای شدم. این چه شعر مسخره ای بابا؟ مگه میشه این؟ کجا شعر مسخره بازیه؟ محال من همچین چیزی بنویسم؟ واقعا که چرت و پرته، مگه من بی سواده؟ پس کی اینو نوشته گذاشته تو جیب من؟ کی میخوای باشه؟ اون وکیل انتر نوشته دیگه، همچین چیزی فقط از دست اون برمیاد، مرده که بیشور احمق. پس تو اینو ننوشتی؟ دست درد نکنه، دستخط منم فراموش کردی. ببین دستخط من اینه، دستخط یه دکتر. اگه من مینوشتم حتی نمیتونستی از روشم بخونی که بفهمی چرته یا چرت نیست. بعدش هم اگه قرار بود من بنویسم، مثلا همچین چیز رو نمینوشتم. خیلی خوب. هی هی هی، فیلیس، میگم اگه من برای شعر می نوشتم از عشق من دیوانه می شدی دیگه، نه؟ میگم اصلا باشه یکی بنویسم. چی کار میکنی؟ شعر میگی؟ یه لحظه صبر کن، داره میاد. خیلی خوب، پس شعر خودتو از زبون یه آدم متأهل به یه دختر نامزددار بنویس. اونجوری بنویس، چون حقیقت اینه. اگه میتونی اونجوری بنویس. خورشید که فکر کنم صاحب کن. آبه داره میاد. دعا کنیم آقای وکیل اینو نفهمه، این دفعه به جای مشت با توپ و تفنگ میفتن به جون هم. نگو نگفتی ها. نمیشه خواهرم، دیگه نمیشه، این باریش دیگه واقعا شورشو در آورده. آره والا. یعنی چی شعر عاشقانه بنویسه بذاره تو جیبش؟ یعنی الان خیلی رمانتیک شده. اوف. ای ببین کی اومده طلای. آره خوش اومدی. خیلی ممنون. واریش برای فیلیس شعر عاشقانه نوشته ها؟ اصلا اینطوری نیست. تو رای بگیرش. طلای خانم این کارا چیه؟ بگیرش. نه اون در لطفا باز کنید. یعنی چی؟ نمیذارم. تو رو خدا، تو رو اون را میفته خیلی زشت میشه. هی بابا مگه میذارم تو قاتل بشی؟ امکان نداره. ببین من وکیلم، یه وکیل، فقط میخوام با این آدم حرف بزنم. قاتل که نیستم، میخوام ببینم چی میگه. دیدیم وکیل بودنتون هم دیدیم، مشتره رو هوا میچرخید دیدیم. شما نمیتونید با منطق حرف بزنید. اگه تو قاتل بشی بیفتی زندان، من جواب فیلیزو چی باید بدم آخه؟ اگه بیفتی زندان به خدا من از غصه خودکشی میکنم، اگه میشه. باریش کیه آخه؟ انگار توف است. باریشو بکشی که چی بشه؟ ولش کن بابا، ولش کن. ناسلامتی وکیلیا. باریش شیاد و متقلب. اینا اصلا در شأن تو نیست. تو زندان چیکار داری؟ خیلی خوب فهمیدم، شعر رو تو ننوشتی. باشه قبول میکنم، برو کنار. نه جوره، تو هنوز باور نکردی منو ها. باور کن، سب کن، یه لحظه داره میاد، چیزی نمونده، یکم دیگه. برش، دارم عصبانی میشم، یه دونه محکم بهت میزنم و برو کنار. بابا لوس نمیکنم که، وایس تمرکز کنم، داره میاد، اجازه بده. یه لحظه. درخت خاطراتم خشک و زرد است. غمی با
جسم و جانم در نبرد است. زمستگی لبان سرخ لیلی، دل مجنون من میخانه گرده است. به دور از گرمی دست غزلها، تن بارانیم خاموش و سرد است. شبی ساحل نشین خندم باش، پس لبخند من دریای درد است. پس لبخند من دریای درد است. پس لبخند من دریای درد است. همین بود. خیلی خوب، ولی تو ننوشتی. آره من ننوشتم، یه شاعر قبل از من پیش دستی کرده بود. خیلی خوب، ولی برای عشق من همچین شعری مناسبه. اگه می‌نوشتم من اونجوری می‌گفتم، نه چرت و پرت. باشه، اینا رو برای زنت بخون. منو نامزدمو ول کن، برو کنار. نو سلامتی تو وکیل مملکتی، این کارا چیه آخه؟ تو زندان چی کار داری ها؟ نمیشه که همینجوری بری طرفا بزنی، کار درستی نیست دیگه ها. فیلیس، خیلی معذرت میخوام خواهرم، به خاطر پرچونگی من شد. مگه چی شده؟ فیلیس این کارا چه معنی داره؟ یارو برات نامه عاشقانه نوشته، منو رسما به مبارزه دعوت کرده، من الان ساکت باشم؟ نه نه، من اشتباه متوجه شده بودم. آخه از کجا میدونی ها؟ من هیچ کدوم از حرفای آدمو باور نمیکنم. داره دروغ میگه که دستش رو نشه. نه جونم، من دست خطشو دیدم، فرق میکنه. واقعا سوء تفاهم شده، یعنی من اشتباه کردم. تو مطمئنی؟ مطمئن. پس کی نوشته؟ یعنی الان یه نفر پنهونی عاشقته؟ چه میدونم، من کجا میرم که یکی منو ببینه و عاشقم بشه. باشه بگذاریم، بعدن حرف میزنیم. باشه، هر جور راحتی. خسته نباشین. پس کار کیه؟ چه عاشق پنهونی، حوصله یکی دیگر رو نداریم. ما الان اجازه چیزی ازت میخوام، ولی فوریه، حتما باید انجام بشه، وگرنه بد جوری از کوره در میرم. این کلینیک نزدیک کارگاه فیلیس، اسنادشو بررسی کن، یا تو ازش پیدا کن. باید اون عوضیو باید باریش از اونجا دور کنیم. باشه، خیلی خوب، منتظر خبرتم. خیلی خوب آقای دکتر، این دفعه دیگه معلوم میشه با کی طرفی. همسر جونم، به خدا من زنده نگهت میداشتم، ولی اون مادرزن عجوزه اکبری تو رو از من جدا کرد، واسه همین نتونستم. ملکم، آی ملکم، عزیزم، آی ملکم، خوش بیدنم. مادرزن جون عزیزم، داماد پاشه یکم قدم بزن. قدم نمیخوام بزنم ملکم، رفت دیگه، سینه خیز میرم. تو فقط لب تر کن داماد، هر چقدر دلت بخواد رو زمین میکشونمت، اصلا نگران نباش. پاشه بیا، در مورد ملک یه چیزایی باید بهت بگم. تو ببینی پاشه پاشه بیا بیا کجا میرم؟ بیا دیگه بیا، ببین چیا برات تعریف میکنم. بیا بریم، بیا بیا. بدجوری ریخته به هم، این چه حالیه؟ نمیفهمم، معلوم نیست مادر زنش کجا میبردش.
یه وقت فکریو نکشه. نه بابا. فکری اینجا خیلی خطرناکه لیزا. ببین بیا بالا، بیا بالا. موزه باش، موزه باش، نلیزی. ای خدا به بسر فیری ما را گوزی آورده. ای خدا کجا رفتن این آخه؟ تموم شد فکر الی بود. حالا هر چقدر میخوای سینه خیز برو. این چه کاری آخه؟ فکری تو تلف شدی؟ چی تلف شد؟ بابات تلف شد، ملک تلف شد. نگو. میگم جوجو، مگه فرشته ها میمیرن؟ خیلی مسخره سرو. ای خدا قاطی کردی جوجو. خیلی رو گند میدی بزن واریش نمیخوره اکسیژن نمیخوره. برنده ریاضی هنوز پیداش نشده پسه. بعد جورا به رو ریزی شده، منم تازه فهمیدم. مگه چی شده؟ چی شده؟ دانشجوی به اسم احمد سریتش تو دانشگاهمون نیست. خلاصه این که داداش یه نفر حسابی سر کارشون گذاشته. بذار منم باهات بیام مهمونی، تو رو خدا شاید اونجا بتونم با دنیز حرف بزنم، لطفا. تولکا جان باشه بیا، ولی اینطوری واقعا خودتو اذیت میکنی. ببینم دنیز کجاست. رحمت چرا داد میزنی؟ زود باش بگو دنیز کجاست. بیا بشین یکم آروم باش، دیگه شورشو با این بازیاش در آورده. پروشه کسی آمده کنم که اصلا وجود نداره. این دختره کجاست؟ خیلی خوب رحمت، بیا بشین یکم آروم شو. بنشستنی چه آروم شدنی ها؟ ببین دنیز تو دانشگاه نیست، امشب واسه برنده های مسابقه جشن برگزار میکنه، با اونا مشغوله، ولی یکم دیگه میاد. ببینم شما منو دست انداختین. آره دختر منو بازیچه خودش کرده، اون وقت مشغول برگزاری جشنه؟ داداش اینجوری نگو، از طرف مدیریت از دنیز خواهش کردن، فقط شرکت کننده ها هستن، جشن میگیرن، چیز بدی که نیست. صبر کن ببینم، تو چرا تعجب نکردی دارین؟ میگم پروژه‌ای که برنده شده من آماده کردم، چرا تعجب نکردی؟ منم میخواستم در این مورد باهات حرف بزنم. درین نگو که منو گول زدی و همه اینا زیر سر تو بود، همینطوره درین؟ ببین رحمت، من چطور تونستی این کارو بکنی؟ درین چند بار حرف زدی، چرا منو بازی دادی؟ چی خبر نداره، سرزنشش نکن. بیا ببینم اذیتم میکنی؟ تو بیشتر اذیتم میکنی. درین نرو. اصلا بی خود نیست بهت میگم بخشی، مگه نه؟ این کارا چیه میکنی؟ ببینم تو دیوونه ای دختر؟ ها؟ روانی چیزی هستی؟ مغزت عیب داره؟ تو چی هستی دنیز؟ با وارد کردن من توی مسابقه چی به دست آوردی ها؟ لذت بردم. چیه؟ لذت بردی؟ با این کارایی که با من کردی لذتم بردی؟ آره دقیقا همینطوره. برو کنار. چقدر لذت بردی برام توضیح بده ببینم ها؟ چقدر لذت بردی؟ پشتم چیا گفتی؟ گفتی احمقه بدون توجه به سنگ بسته شده به پاش برای پرواز تلاش کنه و بیفته تیکه تیکه بشه، یا میتونه اینجوری گفته باشه که 3-4 ساعت یادش بره تو چه کثافتی دست و پا میزنه و خودشو یکم جای آدم ها حساب کنه، بعد دوباره میزنیمش زمین و یکم دیگه بهش میخندیم، مجبورش کنیم تو چیزایی که نمیتونه بهش برسه برنده شه، ببینیم چه جوری خورد میشه. اینو گفتی؟ چی گفتی دنیز؟ ها؟ حالا لذت میبری؟ میبینی من چه جوری لذت میبرم؟ ها؟ چه گیرستون دنیا؟ بهتره بری یه جای دیگه مظلوم نمایی کنی. اون کسی که سنگو به پاش بسته و
رو زمین تقلا میکنه خودتی. با خودم گفتم شاید وقتی برنده شد قدر و ارزش خودشو بفهمه، سرشو از زیر برف در میاره، ولی کو؟ تو جرأت و شهامتشو نداری سرتو بلند کنی. درسته، من شهامتشو ندارم. ترسو، درین. الان اصلا زمان مناسبی نیست. معلومه دنیزم نتونسته رازیش کنه. آره اینطوری به نظر میاد. وقتی اونم از پسش بر نیومده بهتره بیخیال این قضیه بشین. معلومه پسرم نمیخواد. من به این راحتی ها تسلیم نمیشم تولگا. تو بوفه دانشگاه میبینمت. باشه، یه کار کوچیک دارم. باشه. سلام. بفرمایید. چه کمکی از دستم برمیاد؟ در مورد یکی از پرسنلتون یه خواهشی ازتون دارم. رحمت علی بول. یه لحظه خیلی ترسیدم آقا سلیم دوباره با باریش دعوا کنه. باریش تقصیری نداشت. با زود قضاوت کردم. خب خودش خیلی شره. بالاخره اون شعر رو یه نفر نوشته مگه نه؟ آخه کی نوشته؟ روز بخیر خانمم. روز بخیر، چطوری؟ روز بخیر. رفته بودم سوپرمارکت یه چیزایی گرفتم. آرد خریدم، تخم مرغ خریدم، شیر خریدم، شکر خریدم و چیزایی که لازم داشت. نوشه جونه، تخم مرغ رو اینجوری تکو میدی میشکنه. نه اینکه جنگ و قحطی و اینا قراره بشه، گفتم شاید یکی بیاد بوریکی چیزی برام درست کنه. چه میدونم، نمیدونم. بوریکی تو به ما چه ربطی داره جمیلا؟ روز بخیر. روز بخیر. خوب چی که انداختی تولای خانم، بری فدای سرت. روز بخیر. آقا بهش حالا همه چیشم میاد به ما میگه. به ما چه کی برات بوریک درست میکنه؟ چیز دخترا، خواهرا، شما برین خونه، من یه کار کوچیکی دارم زود انجامش میدم و برمیگردم. کجا میری دختر؟ یه کار کوچولو دارم زود برمیگردم. برین. این چه کاری داره؟ پلیس جمیله دیگه، چی میخوای باشه؟ باشه. آره اونجا رو میشناسم. باشه، حله. آخه شب چه کاری میتونم داشته باشم؟ باشه. ببین منو، کله پاچه صبح با من ها، میبینمت. چکرم فیلیس، ندیدمتون، چی کار میکنین؟ حالا چطوره داداش؟ منم بد نیستم، گفتم شب با رفقا جمع بشیم، داشتیم برنامه شو ردیف میکردیم. هیچی دیگه. شما چطورین؟ خوبین؟ ما هم داریم میریم خوش بگذرونیم، مگه نه؟ آره، ما هم میریم خوش بگذرونیم. آره، خوش بگذرونین، فعلا. خدافظ. فیلیز نره پیش دختر مخترو. داشت میگفت کله پاچه و سیرابی و اینا. خب چیه، منم کله پاچه میخورم، همه میخورن. والا منم کله پاچه میخورم. آخه طولای بیچاره جلوی در خونه میخوابید، آواره قهوه خونش شده بود. تازه مگه نمیخوای ازش طلاق بگیری؟ طلاق میگیری دیگه، ولش کن بذار بره جایی دیگه، هر جا میخواد بره. به تو چه؟ درسته، به من چه؟ میره پیش دختر مخترها، کله پاچه میخوره. والا سلام، من هم دانشگاهی رحمت هستم. درین، شما هم باید خواهرش باشی. بله، من فیلیزم. با حکمت و زینبم که آشنا شدی؟ بله آشنا شدیم.
ضمناً رحمت واقعا حق داره شیفته شما باشه. شما خیلی زیبایی. وای ممنونم، خیلی لطف داری. ممنون بشین. چای قهوه نیاوردین براشون؟ پرسیدم گفت نمیخوام. خوب شد اومدین. رحمت ما رو با هیچ کدوم از دوستاش آشنا نمی کنه. رو دروسی داره خجالت میکشه. رحمت نمیدونه که من اینجا. من آدرستون رو از دفتر کارکنان گرفتم. آدرس ما تو دفتر کارکنان چی کار میکنه؟ خواهر درین اومده یه چیزی رو بهت بگه، بهتره گوش کنی. رحمت، رحمت طوریش شده ها؟ رحمت طوریش شده. رحمت تو دانشگاه ما دانشجو نیست فیلیس خانم. دانشجو نیست؟ اگه دانشجو نیست خب اونجا چی کار میکنه؟ خواهر رحمت تو دانشگاه خدمتکار شده. اون چی شده؟ خدمتکار شده. چی؟ مگه میشه؟ اون میتونه تو امتحان قبول بشه؟ میتونه تو امتحان قبول شد. شما رحمت رو میشناسین؟ مگه میشه؟ ولی متاسفانه رحمت به جلسه امتحان نرسیده. اینم نتونسته به شما بگه. حالا هم توی مسابقه که بورسیه خارج از کشور میده برنده شده ولی نمیره. منم به همین دلیل اومدم فیلیس خانم، چون جرأت گفتن اینا رو به شما نداره، ممکنه یه فرصت دیگرم از دست بده. این موضوع از اول برام توضیح بدین ببینم.